سو دوباره سلام به همه برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز. اینجا دوربینی نیست اصلا، یا متوجه شدم دوربینی از بالا هست. علی رضا خیلی ممنون. ما هفته به هفته ما موعظه رو میشنویم. من فکر میکنم زمانی که همینطور هفته گذشته موعظه نسلین رو شنیدین در مورد این چشمه آب بود که عیسی مسیح هست، من فکر کردم که معمولا یک ماه احتیاج داریم که الان کلن این موعظه رو که ما شنیدیم حذف کنیم، در موردش فکر کنیم، در روش زندگی کنیم. و الان ما هفته به هفته کلام رو میشنویم و الان نمیدونم چه وقتی دارین که بتونیم این کلام رو که خداوند به ما میبخشه هضمش کنیم. فقط تصور کنید که الان یک غذای خوشمزه، یک قرمه سبزی خوبی میخورین و هنوز هضم نکردین. الان یک خورش دیگه، یه بادمجون میاد اینجا، میرز قاسمی میاد، این شکم هنوز اینجا به هر حال کار خودشو نکرده، دوباره یک غذای دیگه میاد. چه فکری میکنین اونجا؟ فکر میکنم بگیم که واقعا این بیچاره شکم ما چه کار کنه، چطور بتونه اینجا همه چی رو با هم هضم کنه. و اینطوری هم فکر میکنم زمانی که کلام خدا رو میشنویم واقعا احتیاج هست، یک زمانی احتیاج هست که واقعا بتونیم این کلام رو در خودمون زنده کنیم. من خودم هم اینطور که یک کتابی میخونم یا یک موعظه‌ای که میشنوم واقعا با قلب من صحبت میکنه، سعی میکنم اینو ضبط کنم و اینو چند بار گوش میکنم، دوباره از اول گوش میکنم، دوباره مینویسم، دوباره فکر میکنم، چون میبینم مثل اینکه یک گنجهایی توشه، یک مکاشفه هایی توشه و میگم که من میخوام خودم اینو به دست بیارم. خیلی راحت نمیتونیم این چیزا رو به دست بیاریم، یعنی واقعا باید دنبالش بریم، دنبالش بخونیم و دوباره فکر کنیم، دوباره دعا کنیم. یک مطلبی هست که الان تقریبا دو ماهه هی برای این دعا میکنم. خدا من میدونم اونجا با عقل من فهمیدم، فقط هنوز مکاشفه نشده. و زمانی که کلام مکاشفه میشه تأثیر میذاره روی زندگیمون و زندگیمون عوض میکنه. میدونستین؟ در کلام حیات هست و این حیات زمانی که کلام رو میشنویم باید برحال با مغزمون اینجا دریافت میکنیم. فقط الان یه زمانی احتیاج هست، زمانی که مشغول بشیم با این کلام و دنبالش بریم و دعا بکنیم، اون موقع هست که این کلام خود روح خدا باز میکنه. زمانی که کتاب میخونیم، ما برحال خدا رو شکر ما یک میز کتاب خیلی خوبی داریم و خیلی کتاب های عالی هستن، کتاب هایی که افراد نویسنده ها زحمت رو کشیدن، تجربه کردن، خودشون درونش زندگی کردن و بعد از این همش این مکاشف هایی که گرفتن اونجا نوشته شده. و متاسفانه ما حتی یه زمانی بود که خیلی کتابایی میفروختیم، الان تو این چند مدتی هست که اصلا احساس میکنیم هیچ کسی اصلا اشتیاق نداره اصلا کتاب بخونه. و یک عکسی دیدم تو چیز تو فکر میکنم اینستاگرام بود، این عکسی یه دونه هست که شخصی که در دست چپ اونجا فقط هیچ کتابی نمیخونه، فقط همینطور زندگی طبیعت رو نگاه میکنه، هیچ چیزی نداره، هیچ مکاشفه. کسی که یکم زیادتر کتاب رو میخونه تقریبا تاریخ این چیز اتفاقاتی که در این دنیا هست و تاریخ هستن که اتفاقاتی الان سال هاست که افتاده، قرن ها اینطوری، یکم بیشتر متوجه بشه. یک کسی که کتاب های زیادی میخونه، منظور کتاب زیاد خوندن نیست، بلکه کتاب خوندن و دریافت کردن اینه که وارد اصلا کلا میبینی بخش دیگه میشه، بخش روحانی میشه دیگه، واقعا خیلی چیزا برای او میتونه باز بشه. میخوام تشویق کنم عزیزان، اگه واقعا تشنه خدا هستین، جز از کتاب مقدسی که ما هر دفعه یعنی هر روز باید بخونیم، کتاب های دیگه هم هست که واقعا میتونه
شاید قسمت هایی که در کتاب مقدس هنوز نفهمیدی برای تو باز کنه. و خدا رو شکر این کتاب هایی هم که ما اینجا داریم، 7 دور و 8 دور و 10 دور، ببینید اینجا که کتاب خونه آلمانی یه کتابی میخوام بخونم زیر 20 دور اصلا کتابی پیدا نمی کنم. 30 یورو پول باید بدم که بتونم یه کتابی پیدا کنم و همینطورم بتونم بخونم و ارزشش رو میدونم. به این خاطر تشویق میکنم، حتما موضوع های زیادی هست که اونجا تو میز کتاب چیز گذشته شده. برین و دعا کنی، میگی خدا من چه کدوم کتاب رو بخونم. و این کتاب واقعا که ور میداریم، واقعا مطمئن هستم عزیزان این کتاب میتونه قسمت هایی در زندگی تو رو دیگرگون کنه، چون چیزهایی هست که باز میکنن. من الان تو این چند مدتی هست که الان کلن از موعظه شروع نکردم، چند مدتی هست میتونم بگم تقریبا 6 ماه پیش بود که یک کتابی خوندم و تو این کتاب در مورد بیداری بود، در مورد قدرت خدا کجاست، کجا مونده در کلیسا. خیلی درد میکشیدم که خودم واقعا اینو هنوز اینطوری تو کلیسا باید دیده بشه، اینطوری نمیبینم. بعد از این تو این کتاب یک اشاره‌ای کرده از یک نویسنده دیگه، یک چیزایی گفته و خیلی جالب بود این چیزی که این نویسنده گفته. بعد از این رفتم توی گوگل کردم، این نویسنده رو برداشتم، کتابای او رو چیز کردم، سفارش دادم، چون میدونستم یه چیزی از یک رازی هست توش. و بعد از این کتابا رو سفارش دادم و شروع کردم به این کتاب خونه، مشغول این کتابا هستم. نه به خاطر اینکه بخونم فقط یک وظیفه انجام بدن، چون دنبال حیات هستم. من دنبال این هستم زندگی من عوض بشه، من دنبال این هستم خدمت من مثمر ثمر باشه، خدمت من روحانی باشه. نمیخوام فقط یک کاری انجام بدم برای خدا، من میخوام یه چیزی انجام بدم که اراده خدا باشه. برای این باید یاد بگیرم، باید بخونم، باید دنبالش برم، باید خدا رو جستجو کنم. موعظه هایی که همینطور گفتم میشنوم، میرم اونجا دوباره گوش میکنم، ضبط میکنم، دوباره گوش میکنم. مثل این که خدا یه چیزهایی برای ما آماده کرده، گنجهایی برای ما آماده کرده. همون یک تصویری که زمانی که کنار کشیده بودم، تصویری که دیدم، یه تصویری بود که یک قصر بزرگی بود، یه پرشکوه جلال. و زمانی که می رفتیم تو و دیدم که اونجا یک چیزای جواهرها، نمیدونم اصلا کلن این اتاقهایی که بود واقعا پادشاهی بود و خیلی زیبا، خیلی چیزای عالی اونجا گذشته شده بود و افرادی هم که می آمدن اونجا مشغول تمام این جواهر بودن و همینطور هم غذاهای مختلف اونجا بود. و هم بعد از این از یک اتاق به یک اتاق اونجا وارد می شدن و جمعیت زیادی بودن و همه اونجا مشغول بودن، چند عده‌ای بودن اونجا جمع شده بودن، اونجا غذای فقط خوشمزه می‌خوردن، بعد هم اونجا نشسته بودن، مثل اینکه مدت هاست که اونجا نشسته بودن. و بعد از این پله‌هایی بود که می‌رفت توی یه طبقه‌های دیگه، فقط در همون کف، این هم کف میگن یاد کشوس، اونجا یک دیدم که یک اتاق، یک دری بود، در چوبی بود، باریک هم نبود، خیلی چیزم نبود، پرشکوه نبود. یعنی از زمانی که نگاه میکردم این اتاق رو، خیلی فوق‌العاده عالی، این در چوبی فقط خیلی عادی بود، فقط اونجا نوشته بود صاحب خونه. و افرادی میامدن این در رو باز میکردن، فقط یکم تاریک بود و بیبستن و دنبال این چشماشو گذاشته بودن روی چیزهای دیگه و همه مشغول بودن. و عده کمی بود که در حال جستجو بودن، جستجو بودن که این شخص، این صاحب این خونه که این هر پر از شکوه و جلال کرده و همینطور هم به اختیار ما گذاشته، همه چی مجانی، همه چی ما میتونیم دریافت کنیم، این کی میتونه باشه؟ و دنبال این هستم که او رو پیدا کنم، او که همه چی رو عالی برای ما آماده کرده. و میگم اتاقای بسیار زیادی بودن،
و همه هم در این قسمت مشغول. و عده کمی بودن که وارد این اتاق در چوبی بود که پله هایی بود می رفت پایین. و این تصویر آمد که خدا خیلی چیزای پر از شکوه، جلال، زیبا، خیلی چیزایی هست که برای ما آماده کرده و همه ما هم در قسمتهایی میچشیم، در قسمتهایی که چشیدیم، در قسمتهایی هم هست که دنبالش هستیم و لذت میبریم شاید در این خونه این یا این قصری که ما اونجا قرار گرفتیم. فقط آیا کسی هست که دنبال این صابخونه باشه؟ اون که همه چی رو فراهم کرده، چه قلبی میتونه اون شخصی داشته باشه که این همه چی رو آماده کرده برای ما؟ اینجاست که موعظه امروز اینه که دنبال چی هستیم؟ چه چیز گرسنه، چه چیزی هستیم؟ در متی باب 13:45 اینجا میگه که پادشاهی آسمانی همچنین تاجر را ماند که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود و وقتی که مروارید بسیار گرانبها پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. برحال این تاجر دارایی زیادی داشت، او میتونست لذت ببره، میتونست همه کار رو انجام بده، برای زندگی خودش رو فکر کنه، فقط دنبال یک مروارید بسیار گرانبها بود، زیبا بود. به این خاطر زمانی که اینو پیدا کرد، یعنی خودش جستجو میکرد، زمانی که اینو پیدا کرد گفته که اگه میخوام اینو داشته باشم، باز هر چیزی که من دارم باید بفروشم که اینو داشته باشم. قیمت این اونقدر زیباست، اونقدر بزرگه که من حاضر هستم هر چیزی که من دارم بفروشم. به این خاطر زمانی که ما عزیزان ارزش عیسی مسیح رو، ارزش اون خدای منجی من، ارزش روح القدس رو که در ما داده شده، ارزش دعوتمون، دعوت سماوی رو و اون قلبی که هست که همه چی رو فراهم کرده، این قلبی که همه چیز رو ریخته که ما رو باز خرید کنه، ما میتونیم همینطور بگیم که این تاجر رو که اینجا نوشته شده، یه تعبیر دیگه هم هست که میگه که عیسی مسیح اونجا آمده، اونقدر تو رو که گرانبها هستی دید که چقدر تو با ارزش هستی، آمد روی صلیب همه چی رو داد که تو رو باز خرید کنه. از این طرف هم باید نگاه کنیم. تا زمانی که الان به خودمون نگاه میکنیم، من فقط میتونم بگم که امروزم یک وقتی داشته باشیم حداقل در موردش فکر کنیم، تو قلبمون دنبال چی هستیم. گرسنه چه چیزی هستی؟ یه لحظه چشمان رو ببندیم و به قلب خودت نگاه کن، واقعا نگاه کن. این هدایت خداست که امروز اینطوری گفته که خودتون برین تو قلبتون، نه اینطوری روحانی یه چیز رو پیدا کنی، نه، توی ته قلب تو تشنه چی هستی؟ چی میخوای؟ یه لحظه همینطور
قصد این موعظه این است که ما رو به عمیق‌ترین قسمت‌های قلب ما و انگیزه ما رو ببرد تا از خود، از قلب خودمون بپرسیم و در خود ببینیم که قلب من واقعا چی رو می جوید، تشنه چی هست. به این خاطر میگم که هفته به هفته موعظه رو گوش میکنیم و میگم میایین اینجا تشکر، شکرگزاری، مرسی خداوند، مرسی الان نسلین من همینطور که هفته گذاشتم و هفته های دیگه هم. و اینجاست که من فکر میکنم بعد از یک روز دو روز فراموش میکنیم و این چیزی که دریافت کردیم کاشته شده در ما، دنبالش نیستیم و در موردش فکر نمی کنیم. به این خاطر خیلی مهمه که هر دفعه واقعا خودمونو تفتیش کنیم، ببینیم که اصلا کلن الان خواستای روزمره ما هست. امتحان بدم، نمیدونم خواست من امروز که مثلا بپرسم مثلا میتونی بگین دنبال خونه هستم، چیزای نرمالی که هستم، خواسته تو امروز چی، برای چی دعا کنم، یا برای من دعا کنیم، برای خونه، برای نمیدونم دوچ کورس، یا نمیدونم برای امتحان خودم، برای پاسه، برای چیزای دیگه هست. این چیزای روزمره ماست. بعد زمانی که باید بریم ته قلبمون، عمیق‌ترین جا، جایی که انگیزه ماست، اونجا باید ببینیم که چی میخواییم، تشنه چی هستیم. چون مطمئن باشیم عزیزان، خدا فقط چیزی میتونه به ما ببخشه زمانی که واقعا با تمام دلمون از او میخواییم، نه فقط با زبان، بلکه زمانی که با تمام اشتیاق، با تمام دلمون دعا میکنیم خداوند اینو میخوام، یعنی واقعا میری توی ته قلبت، این است که خداوند مخصوصا چیزایی که مربوط به خودش میبخشه. در ارمیای نبی باب 29 اونجا نوشته مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت. آری من میگویم شما مرا خواهید یافت. اگه واقعا با تمام، میگه که با تمام دلتون جستجو کنیم، و اون موقع میگه که من همه کارا رو انجام میدم که تو منو پیدا کنی، به شرطی که واقعا بخوام. دوباره میگم این موعظه خاصی، موعظه اینه که واقعا مواظب باشیم که زمانیم که دعا میکنیم فقط کلیشه‌ای چیزای از خودمون نگیم، چون پاستور گفت، چون این گفت، چون اون گفت، چون کتاب مقدس نوشته، فقط اینم میگم. ای خداوند میخوام با تو آشنا بشم. و وارد ته قلبت میشی، میبینی که اصلا دنبال این نیستی. این فقط یه چیزی هست که شنیدی و تکرار میکنی. و این چیزا خیلی من اشتباهی کردم. زمانه اوائل خیلی چیزایی میگفتم، خودخواهانه بود و خدا رو شکر دعا رو منو جواب نمیداد. تو میگه آلبرت با ته قلبت اینو نمیخوای، تو فقط با عقلت اینو میخوای. متوجه هستین؟ با تمامی دل خود جستجو نما مرا خواهید یافت. آری یعنی گارانتی میگه من میگویم شما مرا پیدا خواهی کرد، یعنی خواهید یافت. به این خاطر میگم که موعظه پشت موعظه، تعلیم پشت تعلیم، نه فقط الان کلیسایمون، از اینترنت پره. خدا رو شکر در این قسمت ها واقعا تو این 20 ساله خیلی کلیسای فارسی زبان ها پیشرفت کردن. موعظه پشت موعظه، تعلیم پشت تعلیم، نمیدونم چند تا مدرسه های الهیاتی وجود دارم، همه چیز مثل همینطور که گفتم خدا همه چی رو فراهم کرده توی این قصر خودش. ما همه جا میتونیم بریم اونجا، هست همه چی استفاده کنیم،
فقط کی حذفش میکنیم، کی واقعا سعی میکنیم دنبالش بریم که این کلام در زندگی من حیات بشه. من هر دفعه اینطوری نگاه میکنم، میگه که از ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا خدا بود، در کلام حیات بود و این حیات نور انسان بود و این کلام حیات انسان شد. و همینطور هم میگم زمانی که کلام رو میشنوین، امروز کلام از من میشنوین، این میره تو مغزتون و این کلام باید انسان بشه، یعنی شکل بگیره در ما، در ما شکل بگیره، شخصیت مسیح دیگه اون موقع باید در ما دیده بشه. متوجه هستین؟ صفتهای مسیح باید دیده بشه، اون موقع میگه میتونه بگیم کلام انسان شد. متوجه هستین؟ بهتره شاید یک شنبه یک موعظه بکنیم، یک ماه اینجا بیایم، اینجا فقط در حضور خداوند تشکر کنیم، شکرگزاری کنیم و دعا کنیم و حضور خدا رو جستجو کنیم، تا یک بعد از یک ماه واقعا بگیم که این موعظه قسمت‌های شکل گرفت. بهتره از این که یک سال 12 ماه فقط موعظه غذا پشت مغاز و یک شکم گنده داشته باشیم، معده درد بگیریم و زندگیمون عوض نمیشه. ما در این قصر همه چیزی که خداوند آماده کرده عزیزان، پدر آسمونی خسیس نیست، همه چی رو گذاشته و بعد از این میگه که چی میخوایی؟ بعد از این میگه که ای اونجا جواهرهای هست، غذاهای خوشمزه هستن، چه لامپای عزیز، همه چیز واقعا میدرخشه، اینو میخوام. دنبالش میریم و بعد از یه مدتی اونجا هستی، یا اونجا قرار میگیری، یا اونجا میگه که اینه، این جای منه، یا میتونی بگی نه اینو من رو راضی نمیکنه، الان دوباره قدمایی برمیدارم. ما الان در این قصر خداوند، در این جلال خداوند، در این خانه پدرمون، اونجا بخشش رو ما دریافت کردیم، ما شفا رو دریافت کردیم، آزادی رو به دست آوردیم. اینم قسمت هایی هست که در این خونه هست، ما دعا کردیم، دعای ما شنیده شده، خدا جواب داده. بعد از این دعای شخصی داشتیم توی این قصر خانه بابا، خدا به ما این چیزها رو بخشید. دنبال یک شوهری یا یک همسری میخواستیم، خدا هدایت کرد، بعد از یه مدتی خانواده تشکیل شد. دعایی برای خونه هست و خیلی چیزایی هستن در مورد کار، همه چیز در این خانه هست که خدا به ما میبخشه. بعد از این میایم به قسمت‌های روحانی، عطای روح القدس، همه چی در اختیار ما گذاشته شده، اونم طبقه سومه، میری طبقه سوم، اونجا عطای روح القدس هستن. بعد از این برای خدمت‌های مختلف خداوند به ما بخشیده، استعدادهای مختلف به ما بخشیده، همه چیز هدیه هست، خداوند به ما بخشید. بعد از این حتی چیز عنوانهایی، یعنی مدرکهایی به ما داده، عنوانی مانند کشیش، مانند معلم، مانند مبشر، این همه چی تو این قصرم، طبقه پنجمه، ششمه، انبیا هستن، خداوند اینا بخشیده، به تو این عطا رو بخشیده. و به اضافه این حیات جاودانی، فقط الان سوال اینه که، سوالی که خداوند میکنه اینه که دنبال چی هستی؟ تشنه چی هستی؟ این داستان 10 تا جزامی رو میدونی نه؟ 10 تا جزامی بودن آمدن پیش عیسی مسیح، عیسی رحم کن به ما، و خدا با رحمت خودش گفته باشه، بریم پیش کاهنان و قربانی ها رو به ایشان ببخشین. 10 نفرم باور کردن و رفتن، و در این حال راه رفتن همه شفا گرفتن. بعد یک نفر برگشت، آمد، زانو زد، شکرگزاری کردن. یعنی 9 نفر دنبال چی بودن؟ شفا بودن. یک نفر اون صاحب این نجات رو دنبالش رفت.
پس از این طریقه که ما باید یکم هوشیار باشیم دنبال چی هستیم. بسیاری از ایماندارای این نگرش رو دارن. ما خیلی دنبال خیلی چیزایی هستیم که به ما حیات نمیدخشه. عیسی مسیح میگه که من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. اینجا عیسی مسیح هم نمیگه بیا پیش من به تو نون میدم، مثل همون 5000 نفر رو که اونجا سیر کرد. اینجا عیسی مسیح میگه که من این نان هستم. اگه میخوای سیر بشی منو باید بخوری. متوجه هستین؟ من به تو نون نمیدم، من نان حیات هستم. و چطور عیسی مسیح که 2000 سال پیش زندگی کرد پر از رحمت و فیض، چطور عیسی مسیح نان شد؟ یوحنا باب 12 اینجا میگه که آمین آمین به شما میگویم اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، لیکن اگر بمیرد ثمره بسیار آورد. آمین آمین به شما میگویم اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، دیگه اگر بمیرد ثمره بسیاری آورد. عیسی مسیح همون دانه گندم که برمیدارین اون باید میمرد و دانه گندم باید بمیره که ثمره بیاره و با مرگش و با قیامتش، زمانی که دفنش شد قیامتش آمد، اون موقع همون نانی شد که الان ما میتونیم زمانی که ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح این نان رو که خودشه، طبیعت خودشه، ماهیت خودشه، یعنی خودشه که محبت، اینو ما میتونیم بخوریم و این نانی هست که ما رو حیات میبخشه. متوجه هستین؟ امروز هم که عشا هم خواهیم داشت، این عیسی مسیح که از مردگان برخواسته، زمانی که ما او رو عنوان خداوند قبول میکنیم، دریافت میکنیم، یعنی همینطور که گفته که به من ایمان بیارین هیچ موقع گرسنه نخواهید شد، و در این نان همون حیات خداست، حضور خداست، طبیعت خداست، ویتامین های الهی هستن که ما رو شفا میدن، ما رو دوباره از طریق بدن، از طریق نفس، از طریق روح ما رو تازه میکنن، بازسازی میکنن. من نان حیات هستم. هر کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود. و اینجا میبینیم که در عهد عتیق هم همون توی این خیمه اجابت اینجا بود، 2 تا 3 تا قسمت هایی بودن، یه دونه حیات بود، یه بود قدس بود، یه دونه قدس الاقداس بود. و اونجا توی قدس بود که اونجا نان تقدیمی بود. اینجا در کتاب خروج 25 آیه 30 میگه و برمیز نان حضوری را بگذارید تا همراه در حضور من باشد. نان تقدیمی به من باید همیشه بر روی میز در حضور من باشد. نان حضور آشکار خداوند. نان حضور آشکار خداوند که در اون 12 تا نونایی بودن برای کاهنان و همه چیز که اینجا هستن سمبولن مسیر رو نشون میدن. به این خاطر بعد از 2000 سال بعد که عیسی مسیح آمد، یعنی
عیسی مسیح زنده شد، اون موقع گفته که اون نانی که این قدس در این قدس بود، این من هستم، به شما حیات میدم، این نان حضوری آشکار منه. یعنی ما میتوانیم این حضوری تراوت کننده عیسی رو تجربه کنیم. یادتون هست زمانی که در لوقا باب 24 دوتا شاگردای عیسی مسیح بودن، اماوس، در این راه بودن، بعد از این عیسی مسیح آمد اونجا کنارش با اینشان رفت بعد از قیام عیسی مسیح. یادتون هست زمانی که میرفتن بعد از این عیسی مسیح شروع کرد به، اونا خیلی ناامید شده بودن، بعد از این عیسی مسیح همه چی رو تعریف کرد، بعد از این اینجا زور کردن، گفتن که امشب باید پیش ما بمونیم، خودش هم اونجا موند، بعد از این عشا رو برداشت، نون رو که برداشت اینو پاره کرد، اون موقع آشکار شد، اون موقع متوجه نی خودش رفت، فقط اونجا آشکار شد، یعنی خود عیسی مسیح خودش اونجا ظاهران نشون داده بود، فقط هنوز چیز شاگردانش هنوز متوجه نشده بودن. به این خاطر یوحنا باب 6 آیه 53 میگه که عیسی به ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم، اگر جسد پسر انسان رو نخورید و خون او رو ننوشید، در خود حیات ندارید. اگر جسد پسر انسان رو نخورید و خون او رو ننوشید، در خود حیات ندارید. این زمانی که ما تشنه عیسی مسیح هستیم، تشنه حضور هستیم و او رو عنوان، الان همینطور که من نان حیات هستم، دنبال او هستیم که اوست که منو سیر میکنه. زمانی که ما تشنه او هستیم، اونجاست که وارد یک بخشی میشیم که حضورش اونجا خودش رو آشکار میکنه. که چون در او جهت جسم تمامی پرروی اولویت ساکن هست و ما هم در این اولویت تکمیل شده ایم. به این خاطر برادر خواهر عزیز، اینجاست که خدا دوباره میخواد بپرسه دنبال چی هستیم، تشنه و گرسنه چی هستیم. عیسی خودش نان حیاته. اگر او رو جستجو میکنیم، حضور او رو میخواییم و باور میکنیم تنها او میتونه زندگی ما رو دگرگون کنه، او میتونه زندگی منو کلن طوری شکل بده که بیشتر و بیشتر این حیات طبیعت مسیح در من قرار بگیره، و این تشنه و این قلبهای تشنهی که خداوند میبینه، اون موقع مطمئن میتونیم باشین که خداوند جا خواهد آمد و ملاقاتهایی خواهد داشت. میگم خدا دنبال قلبهایی هستن که تشنه خودشن. روز به روز مطمئن هستم اون خدای محبتی که هست، آرزوش اینه قلبایی پیدا کنه که خودش اونجا بریزه، محبت خودش اونجا بریزه، نه محبت احساسی و محبت بگم جسمانی که ما تصور میکنیم. محبتش فرق میکنه. محبت هم یک صفتی نیست از خدا، محبت خود خداست. الان فقط تصور کنین همون این قصری که به شما گفتم، افرادی بودن همه چی رو داشتن، فقط گفتن که نه، ما صاحب خونه رو میخواییم و این دری که اونجا هست، این در چوبی بود، اون صلیب عیسی مسیحه که زمانی که وارد میشین، زمانی که تمام شکوه جلال رو میبینیم و میگه که همه چیز اوکی، فقط من او رو میخوام، و زمانی که این در رو باز میکنین، زیبایی شکوه اونجا نیست،
یه قسمت تاریکه، پله هایی هست که میرن پایین، فقط اونجاست که وارد میشین، اونجاست که او رو ملاقات میکنین، اونجاست که زندگی ما رو دگرگون میشه. اون موقع هست که شخصیت ما، دید ما عوض میشه. اون موقع هست که اصلا کلن دید ما نسبت به دنیا، نسبت به کلیسا، نسبت به هر چیزی که خدا خلق کرده عوض خواهد شد. با دید خدا نگاه میکنیم. اون موقع از یه چیزی دریافت میکنیم که آسمونی، ویتامین های، من میگم ویتامین های الهی هست که نمیشه توضیح داد. یه محبتی هم نیست که مثلا میتونم بگم که اونجا فقط عشق همینطور لذت میبره. این نیست، یه چیز روحانیه، چون محبت خدا عزیزان روحانی جسمانی نیست، پر از شکوه و جلاله و قدوسیته. گوش میکنی؟ محبت خدا مقدسه، پاکی مطلقه. این است که ما رو تمیز میکنه، آزاد میکنه، هویت خدا رو زندگی میکنیم. ما هنوز هویت خدا رو دریافت کردیم، باور میکنیم، فقط زندگی کردن فرق میکنه. یه وارد یک بخش دیگه میشیم ما. اونقدر این چیز بخش من نان حیات هستم اونقدر عمیقه عزیزان، که از این داستان من که یادتون از این زن کنانی، چقدر پر رو بود این زن، ول نمی کرد عیسی رو. عیسی با شاگردانش می رفت، این زن کنانی می آفت فقط داد می زد، رحم کن عیسی، رحم کن. بعد از این شاگردان گفتم ببین ولشون کن دیگه. بعد از این عیسی مسیح میاد به این زنه میگه که ببین، من غذای فرزندان رو نمیتونم به سگان بدن. به این زنه گفته مثل سگ هستی، یعنی طبیعت تو فرق میکنه. طبیعت یعنی بیشتر خلقتت فرق میکنه شاید. و جالب اینجا میگه که درست هست، من همینم، مثل که من به درد نخوردنی هستم، من هیچیم ای آقا، اما سگ‌های نیز از ریخته‌های غذاهایی که از سفره اربابش میافتد میخورند. بعد از عیسی مسیح که چه ایمانی زنه داشت. مقابل خدا واقعا هیچی هم، فقط تیکه های نونی که رو افتاده میتونه دختر منو شفا بده. بلا خدا به ما یک نون ریزی افتاده نداده که ما گدایی کنی برداریم، بلکه میگه من الان این نون هستم، منو بخوری، در من حیات. مرسی. از این داستان تازه یاد گرفتم ارزش این نان رو و چقدر خودش رو فروتن کرد. عزیزان اگه میخواییم ما حیات مسیح رو زیست کنیم، از این نون بخوریم بدون اینکه از این در تنگ چوب صلیب که نشانه فروتنیه از اونجا رد نشیم،
با صلیب مسیح ما این اتحاد رو پیدا کنیم. خدا من واقعا من هیچی هستم، هیچ حیاتی در من وجود نداره. تو منو دعوت کردی تو قصر بزرگ تو، فقط هیچ چیزی منو سیر نمی کنه جز از تو. اینو میخوام، گرسنه این هستم خدا من. و اینم نمیخوام الان چون من گفتم شما تکرار کنین، اینم فایده نداره. تنها چیزی که ما میتونیم بکنیم بگیم خداوند من اول تو رو جستجو میکنم، خودم رو پیدا کنم من اصلا چی میخوام. اول خودت باید بدونی که در نفس خودت، در ته قلب خودت دنبال چی هستی. نجات رو پیدا کردی درسته، فقط هنوز الان دنبال چی هستی؟ اینو الان باید پیدا کنی. موفقیت در مسیحیت، میخوای یک واعظ خوبی بشی؟ الان یا در دنیا موفق بشی، نمیدونم، خیلی چیزایی هستن، اونقدر ما پیچیده هستیم عزیزان. اول باید بریم اونجا نگاه کنیم، وقت رو بذاریم دنبال چی هستم، تشنه چی هستم، گرسنه چی هستم. نه و برای مثلا یک روز دو روز، اصلا زندگی من، آینده من، هدف زیست کردن من چیه؟ و اونجا پیدا خواهی کرد اکثریت دنبال عیسی نیستن. خود عیسی مسیح همینطور گفته که در راه گشاد و راه تنگ. نه الان این تقریبا همون تصویری که دیدم تقریبا همینه. اینجاست که ما یک کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که واقعا بریم توی قلبمون، زمانی که ما متوجه بشیم اصلا جای اول زندگی من خودمم، جلال خودمه، اسم خودمه، من هستم، اینو پیدا میکنیم. عیسی رو پیدا نمیکنیم. بعد از این شاید چیزای دیگه. تنها کاری که میتونیم بکنیم، خدا هم الان این موعظه رو نمی کنیم که خدا ما رو محکوم کنه، بلکه همینطور که گفتم قدس من یا عیسی مسیح این بود که واقعا بریم عمیق‌ترین قسمت قلبمون، بریم ببینیم اصلا من کی هستم، چی میخوام. و بعد از این که امروز بتونیم و برای این هفته ها بتونیم در شروع کنیم به دعا کردن، خداوند اعتراف میکنم من دنبال تو هم نیستم، مرسی برای نجات، مرسی برای شفا، بگذار من زندگی خودم رو بکنم. برای عشق خداوند میگم که کمتر نمیشه. کلام خدا میگه که هیچ کسی، هیچ قدرت، هیچ چیزی نمیتونه ما رو از محبت خدا که در مسیح جدا کنه. فقط تو، زندگی تو و زندگی ما، الان منم خودم توشم هستم، تأثیر روی زندگی ما نمیذاره که ما شبیه مسیح بشیم، برای این که خدا ما رو خلق کرده، برای این هدفی که خدا ما رو خلق کرده. تنها میتونیم واقعا با صداقت، فقط با صداقت میتونیم در حضور خداوند دعا کنیم و بگیم خداوند اعتراف میکنم خیلی چیزایی هستن که قبل از تو من میخوام، یا تو شاید در جای چهارمین، پنجمین، ششمین زندگی من هستی. فقط دعا میکنم و امروز هم این دعا رو میخوام با شما بکنم که واقعا در این صداقت جلوی پدرمون، جلوی عیسی مسیح بگیم خداوند اعتراف میکنم این هستم. فقط امروز دعا میکنم خداوند تو خودت طوری مرا هدایت کنی که تمام انگیزهای خودخواهی خودم قسمت به قسمت اول جا چیز بشه، عوض بشه. شاید جای چهارم هستیم عیسی جان، میخوام الان یواش یواش بیای سومه، دومه. خدا اینطوری نمیاد اینجا یهو همه چیزها رو انجام میده، یهو میگه که عیسی چیز. بعضی وقت هم میشه، زمانی که این کابوت خدا، قدوسیت خدا میاد،
زمانی که این قدس، این کابوتی که واقعا این عظمت و شکوه خدا میاد تو رو خورد میکنه، له میکنه، که آخر واقعا میدونی که به درد نخوردنی هستی، اون موقع هست ارزش خدا رو میدونیم، اون موقع هست که حیات رو دریافت میکنیم، اون موقع هست که چشمان باز میشه، اون موقع هست ما متوجه میشیم مسیحیت یعنی چی، اون موقع ارزش نجات خودم رو میدونیم، اون موقع میتونیم بگیم مثل همون آساف که گفته کیست برای من در آسمون و غیر از تو هیچ چیزی در زمین نمیخوام، خدا من تو هستی که من میخوام. اینو واقعا با تمام قلبت میگی، نه بخاطر اینکه پاستورت گفته یا جای شنیدی، زندگیت اینه و روز به روز از اون چشمه میخوری، از این نانی میخوری. من هر روز صبح واقعا پدر من مثل یک خورشید برای من میمونه که گرمی نور به من میبخشه. عیسی مسیح هر روز میرم اونجا میگم که دان و نان من هستی، از تو میخوام بخورم. روح القدس تو موعظه که هفته گذشته نسیم کرده، تو این چشمه هستی. من احتیاج به آب دارم، احتیاج به نون دارم، احتیاج به نور دارم، احتیاج به گرمی دارم. شما سه تا خدای تسلیث این هستی، این مرکز زندگی من هست، چیزی نمیخوام جز از تو. و بعد باید در این قسمت رشد کنم. و امروز میخوایم مخصوصاً که این عشاء رو داریم، واقعا میخوایم با یک دقت دیگه زمانی که میایم از این نان بخوریم، با یه چیز دیگه، این عیساست، این نون عیساست، در اون حیاته. او دانه گندم بود، مرد، قیام کرد، زنده شد، الان من میتونم او رو بخورم و خون او رو بنوشم که او در من باشه و من در او. خوب میشه الان چشممون ببندیم. اما یه لحظه دوباره، یه یک دقیقه، دو دقیقه همینطور دوباره ببین که خدا امروز با قلب تو چه صحبتی کرده. و این خواستایی که، این گرسنگی که قبل از اینکه تو دعا کردی الان یک دعای دیگه میکنی، یه چیزی بخشای دیگه شنیدی، خدا چه صحبتی با تو کرده؟ آیا واقعا حاضر هستی انگیزه تو عوض بشه؟ مرسی خداوند. مرسی از حضور تو عیسی مسیح. خداوند تو که
از قلبای ما، از انگیزای ما تو بهتر احتیارا داری. تو میدونی خدا من دنبال چه چیزایی هستیم، مشغول چه چیزایی در این دنیا هستیم. ما چیزی نمیتونیم از تو پنهان کنیم خداوند. فقط مرسی که این محبت توست خداوند، که خداوند میتونه ما رو بیدار کنه و واقعا خودمون رو یه چک آب کنیم، ببینیم که چی میخوایم اصلا. اونقدر مشغول کارهایی بودیم، مشغول این دنیا بودیم، زندگی خودمون اصلا کلا همه چی رو فراموش کردیم. و روح القدس تا الان اینجا هستی خدا من، و میخوایم همه با همه، منم اینجا هستم خدا من، من جز این قوم تو خدا من فقط میتونیم طلب بخشش کنیم از تو، که خیلی چیزهای دیگه هست که ما گرسنه هستیم. گرسنه خوشبختی بدون تو، یا از تو استفاده کنیم که خوشبخت بشیم، مثل که میخوایم از تو سو استفاده کنیم. دنبال جلال خودمون هستیم، دوست داریم خودمون دیده بشیم، دوست داریم همه از من صحبت کنن، همه منو دوست داشته باشن. یا دنبال موفقیتی در این دنیا، یه شغل خوبی که نشون بدم ببین من یه شغل خوبی دارم، موفق هستم، پول زیادی هم در میارم. خیلی چیزایی هست که خدا من تو در قلب ما میبینی که هست. فقط امروز که با قلب ما صحبت کردی، که گفتی تو نان حیات هستی، حیات در توست، باید گرسنه تو باشیم و تو رو بخوریم. تو دوست داری ما گرسنه حضور تو باشیم، گرسنه عطر شناخت تو باشیم. دوست داری گرسنه باشیم خداوند، که بتونیم با محبت خداوند همه رو محبت کنیم. گرسنه باشیم که خداوند حتی دیدن تو در کلیسا باشه، که در این کلیسا تو دیده بشی، نه انسان، نه پاستور یا کسانی دیگه. و دو، آدم میخوایم واقعا این گرسنگی تو در ما به وجود بیاری پدر جان. پدر جان دعا میکنم اگه شما موافق هستین خودتونم میتونین بگین. پدر جان دعا میکنم که به وسیله روح تو قلب منو فرو بگیری و تمام انگیزهای اشتباه منو خداوند تبدیل کنی به خداوند اراده و انگیزهای تو خداوند. عوض کن تمام انگیزه های اشتباه من. و خداوند یک بیداری در قلب من، یک بیداری در قلب من روشن کن برای تو، یک گرسنگی که فقط گرسنه تو باشم خداوند. تسلیم تو هستم، واقعا من هیچ کاری نمیتونم انجام بدم.
بلکه فقط باور میکنم که امروز با من صحبت کردی و میخوام خداوند هر روز با کمک تو که بیدار بشم میگم خداوند میخوام از تو بخورم، از تو بنوشم. عیسی تو نان من هستی، روح القدس تو چشمه من هستی. فقط قلب خودم رو به تو میسپارم که تو این کار رو انجام بدی و اینو میخوام خودمان هر روز دعا کنم روز به روز و همینطورم تو رو طوری بچشم خودمان، همینطور مثل همون این مرد تاجری بود که این مروارید گران بها رو پیدا کرد، همه چی رو فروخت. منم خداوند هدایت کن که تو رو طوری ببینم، تو رو دریافت کنم که هر چیزی هستم بگذارم خداوند خودم رو فروتن کنم، از تو دریافت کنم چیزی که حیات میده. این دعا رو میکنیم خداوند در حضور تو، از این اشیایی که میخواییم ورداریم خداوند، که نان سمبول تو هست، بدن توست، میخواییم بخوریم با ایمان. آمین و آمین. میتونیم الان خودمون رو برای عشا آماده کنیم؟ میتونیم خواهش میکنیم؟